منزوی تر از همیشه، کلیشه تر از کلیشه، منزوی تر از همیشه، کلیشه تر از کلیشه، در پهنای بارانه زه بین این همه مفاهیم و ثقل اکبر و ثقل اصغر فکر می کنم، در جستجوی معنی از دریچه ادراک با عینک بصیرت، بین خطوط کج و معوج، بین خطوط کج و معوج و یک انتهای نامعلوم و بیباور فکر می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند مهربان، عرض سلام و درود و ارادت خدمت همه شما بیننده های عزیز و نهایت دوست داشتنی برنامه نیستان. امیدوار هستم همه شما خوبان و عزیزان هر جایی که هستین خوب و صحتمند بوده و در پناه عزت منان قرار داشته باشین. نهایت خرسند هستم که باز هم سکینه ادیب با یکی دیگری از برنامه های ادبی نیستان در خدمت شما خوبان شاعر، نویسنده و ادب دوست قرار دارم. قسمی که در جریان هستین، نیستان یک برنامه ادبی و هنری می باشد که ما در این برنامه شاعران، نویسندگان و هنرمندان را میزبان هستیم و پیرامون چستی شعر، ادبیات و هنر بحث و گفتگو می داشته باشیم. شعری را که در نخست برنامه و دکلمه گرفتم از سروده های شاعر پر افتخار و موفق کشوری عزیز ما افغانستان، آقای عزیزالله پردل می باشد. آقای عزیزالله پردل از جمله شاعران، نویسندگان، فیلم نام نویسان، کارگردانان سینما و هنرپیشگان موفق کشوری عزیز ما افغانستان می باشد که نمایشنامه کچکلاها در کنکور نمایشنامه نویسی انجمن قلم افغانستان مقام دوم را کسب نمود و همچنان فیلم مستند خوشچینان وی در بین 15 فیلم دانشجویی با عنوان بهترین فیلم مستند مقام اول را از آن خود نمود. و حالا هم خیلی خرسند هستم که آقای عزیزالله پردل را در استودیو با خود داریم. سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین آقای پردل. علیک السلام خانم مدیب. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما خانم مدیب نازنین، همکارای محترمتان، هموطنان عزیز، بیننده ها و شنونده های رادیو تلویزیون جهانی رای فردا. خوشحال هستم که امروز در خدمت شما قرار دارم و تشکر میکنم از اینکه مرا در این بخش فرهنگی خود دعوت کردیم، لطف کردیم. همچنین یک تشکر خاص دارم از دستندرکاران تلویزیون راه فردا که همیشه دست نوازیز به سر هنرمندا و شاعرا و اهل فرهنگ میکشن که انشاءالله این دست های نوازیش نسل آینده خوب و بهتری را در این قسمت تربیت خود کرد. سلامت باشین. تشکر شما آقای پردل. خوشحال هستیم که شما امروز در برنامه با ما هستین و من یک مختصر معرفی شما داشتم. از آنجایی که طبق روال معمول باید بیننده های عزیز با مهمانای برنامه ما بیشتر آشنا شود، خوب است که در قسمت نخست برنامه از زبان خود شما بشناسیم و بفهمیم که آقای پردل کی بوده، چه کارها کرده و از کجا شروع کرده تا به اینجا رسیده. تشکر خانم مدیب. سوال بسیار بجا است چون مقدمه است. اول معرفی شخصیت خیلی مهم است و بعدم پرداختن به موضوع یک از اصول است. خانم مدیب، من فکر کنم شما بهترین معرفی مرا کردین، اونچه که امکان در شأن من نباشن شما بزرگ نمایی کردین. من عزیزالله پردل هستم، از ولایت غزنی، دانش آموخته بخش هنر هستم. دانشگاه کابل خواندم، بخش
سینما و تئاتر البته دایره تریش را خواندیم. دیگه تحصیلات عالی هم ماستری هم داریم در بخش مدیریت آموزشی. دقیقا ما در سال 88 از دانشگاه هنرهای زیبا فارغ شدیم، 84 شامل شدیم و آنچه که مرا در اینجا آمیخته ساخت و علاقه من ساخت همی دوران تحصیل بود که تا جایی رم اجباری وجود داشت. ما باید چشم چون در افغانستان اکثریت انسان ها مجبور می شود و این اجبار بالاخره کار خود کرد و به علاقه و شوق و مسلک و عشق تبدیل شد. و حالا هم کم و بیش می نویسیم و همون رسالت را که داریم پیش می بریم. بسیار عالی، بسیار عالی. انشاءالله که همیشه موفق باشین، همینطور که موفق بودین. قسم که خود شما هم یادآوری کردین که در بخش ادبیات دراماتیک یا در بخش هنرهای زیبا شما تحصیل کردین. اما خوب است قبل از اینکه ما بپردازیم به ادبیات دراماتیک و از آنجایی که ادبیات دراماتیک یک شاخه از ادبیات هست، نخواست بپردازیم به تعریفی از ادبیات از دیدگاه شما که ادبیات خودش چی هست و چه نقشی مثبتی میتونه در زندگی بشر داشته باشه و اصلا ارزش ادبیات در زندگی چی هست. خانم ادیب نازنین، ادبیات یک سلسله مراتب عجیبی داره و این سلسله مراتب عجیب هم علت شمیسته که ادبیات پهنای بسیار بزرگ داره. در هر جایی، در هر مکانی، در هر زمانی ادبیات یک پیوند ناگسستنی با زندگی بشر داره. درست. چون ما اگر ماهیت ادبیات را بررسی کنیم، ادبیات دقیقا وسیله افهام و تفهیم است. ادبیات بارور از ارزش هاست، بارور از اندیشه هاست. اگر ادبیاتی وجود نمی داشت، دیگه ارزش های وجود نداشت، اندیشه وجود نداشت و همین قسم دیگر تعلیم و تربیتی وجود نداشت. در کل اطور بگم ادبیات زیربنای همه چیز هست. بسیار. اگرچه ادبیات را امیر قم که گفتیم یک مفهوم کلی است، ادبیات مفهوم کلی است و این مفهوم کلی را هر کسی در هر بخشی مطابق با مو اندیشه خود، با مو دیدگاه خود تعریف کردن. تعریفات گوناگونی داره و ایتر بگمش تعریف نداره. درست. از بس که تعریفات گوناگون شده هیچ تعریف هم نداره. تعریف واحدی نداره. تعریف واحدی شمی قدر هست که میگن که ادبیات به اسلام فنی درست نویسی و درست خوانی است. خب شاید من میگم که این دیدگاه از کسایی باشه که اکثریت در بخش ادبیات تعلیمی کار میکردن. درست. و میگن که ادبیات به اصطلاح هم تجلیگاه اندیشه، تجلیگاه عاطفه، تجلیگاه تخیل است. این تعریف هنریش است. درست. ما اینطور حدس میزنیم که این تعریف کسی کرده که هنرمند بوده. درست. شاعر بوده، نویسنده بوده. در کل خانم ادیب، ادبیات ما هم طور که گفتیم یک مفهوم کلی است. بعدن ادبیات آمده با معانی تقسیمات شده، زیر مجموعه های خود داره. مثال ما داریم ادبیات حماسی داریم، ادبیات دراماتیک داریم، ادبیات غنایی داریم. و در این جدیدها چون ضرورت ایجاد شده ادبیات تعلیمی داریم. درست. که هر کدامی از اینا با اساس یک هدفی در زیر مجموعه های ادبیات ایجاد شده و هر کدام اینا تعریف های گوناگونی از ادبیات دارن. درست. همین. بسیار عالی.
قسمی که خود شما هم یادآوری کردین که ادبیات شاخه های متفاوتی داره و یکی از شاخه ها ادبیات دراماتیک یا نمایشی هست که تخصص شما هم در همی بخش است. خوب است که در اینجا پرسش ما همی باشه که ادبیات دراماتیک چی هست و شما از چه زمانی دقیقا به این رشته پرداختین، دلیل پردازش شما چی بوده و ادبیات دراماتیک؟ بله خانم ادیب، ما یکم تقدم تاخر نو ما جز دوم رو میخواییم بگویم. ما خودم شخصا در هنرهای زیبا پانتونی کابل ما امی را آموختیم، ادبیات دراماتیک را آموختیم. بله. البته اساتید بسیار بزرگی هم بودن، مثل استاد جلال نورانی بود که یک از اسطوره های ادبیات دراماتیک افغانستان است. درست. واقعا از لحاظ ترجمه و نویسندگی نمایشنامه ها، فیلم نامه ها و اینا شاهکارهای عظیمی را یادم خلق کردن. درست. این برای ما الفبای ادبیات دراماتیک یاد داد. سر. ما ادبیات دراماتیک را در همونجا فرا گرفتیم، طور که در مقدمه ما گفتیم که به اساس یک جبر بود. برای ما استاد جلال نورانی تمام اصول را کارخانگی میداد که برین بخونین، کتاب ها را آدرس میداد که بخونین. و بالاخره همین رقم میگو بنویسین، نمایشنامه بنویسین، فیلم نامه بنویسین، طنز بنویسین. درست. بیارین در اینجا ما امروز شما را نمره میدیم که یک چیز معمول است در افغانستان، اکثریت اساتید هم زیر رویش استفاده میکنن در تعلیم. خب ما میرفتیم و تا بالاخره یک زمان متوجه شدیم که نه، ادبیات شده، ادبیات دراماتیک شده، عشق ما. زمانی متوجه شدیم که ما واقعا رفتیم در امی راستا، در امی جهت، در امی مسیر حرکت میکنیم که نمایشنامه های ما داخل استیج توسط محصلین دیگه بازی میشد. بسیار عالی. نمایشنامه های ما نامش در بروشورها ذکر شد. وقت فهمیدم که برای ما به یک نوعی همی ادبیات دراماتیک شخصیت بخشید. دقیق. اون زمانی که ادبیات دراماتیک برای ما شخصیت بخشید، ما نویسندگی رو تلاش کردیم که حرفه‌ای انجام بدیم. جناب ادیب، من خودم شخصا تقریبا در حدود 12-13 عنوان نمایشنامه نوشتیم. مرسی. که اکثریت از این نمایشنامه ها در داخل هنرهای زیبا توسط محصلین، اما هم دوره های ما و اینا اجرا شدن، روی استیج رفتن، اجرا شدن. و یک کتاب نوشتیم، نمایشنامه های کوچک مکتب، که نمایشنامه های روانشناسی است، به یک نوع تعلیمی است، کودکان را با می فعالیت های روزمرهش آشنا میکنم، مثل مسواک زدن و خندیدن و حفاظت از محیط زیست و اینه چیزا را، مثل اکثریتی تو شکل مولودرام هم داره که ترانه ساخت است. بسیار. ترانه ساخت است، اینا را چی میکنه. خب میایم در روی گزینه اول، ادبیات دراماتیک. دراما، خود دراما که است یک کلمه یونانی است به معنای تمثیل است. عملی که روی صحنه اجرا میشه، هر عملی که روی صحنه اجرا شوه به شکل حقیقی نباشه و تمثیل باشه، این رو دراما میگن. درست. دراماتیک دقیقا نمزو یونان باستان سرچشمه گرفت و در اونجا در کشورهای غربی اروپایی این رشد کرد، ادبیات دراماتیک. بعد از ظهور اسلام آهسته آهسته در چیز افغانستان و اینجا آمد. در کل ادبیات دراماتیک ادبیاتی است که ساختارمند است. یک نوع سیستمی در این وجود داره، سیستمی وجود داره که نویسنده تلاش میکنه
که مخاطب خود را با خود بکشه، آنچه که هدف نویسنده است. شاید در سایر ادبیات این موضوع وجود نداشته باشه، مثل ادبیات غنایی. شاعر ضرورت نداره که نویسنده را پیش ببره. در ادبیات تعلیمی هم، در ادبیات حماسی هم عین گپ وجود داره. خود بسیار عالی، تشکر شما جناب استاد. دیدگاه ارسطو در مورد ادبیات دراماتیک چی میباشه و ایشان چی دیدگاهی در این مورد داره؟ ارسطو به عنوان پدر ادبیات دراماتیک شناخته میشه که بعد از او باز ارسطوفان است و سوفوکل است و اینا است، لیکن ارسطو اساس ادبیات دراماتیک گذاشته است. درست. که ما در این قسمت خیلی خوب شد که سوال بجایی هم بود که باید به نوع اول یک مبانی یا پیشینه همزی ادبیات دراماتیک بفهمیم. آن کاری که ارسطو انجام داد خانم ادیب یک شاهکار بود. شاهکار به این خواست بود که ارسطو ادبیات را، خصوصا ادبیات دراماتیک را ساختارمند ساخت. درست. همی سه وحدت معروفی ارسطو، آل زبانزد خاص و عام است که همی وحدت زمان است، وحدت مکان است، وحدت موضوع است. این سه وحدت را ارسطو خلق کرد. درست. گفت هر ادبیات دراماتیک، او در اون زمان ها هم صرف هم تراژدی و کمدی بود. گفت این سه وحدت باید باشه. این به خاطر این سه وحدت ایجاد کرد، چون به یک نوعی خواستن که با بیننده در روی استیج که اکثریت دو زمان تئاتر بود، همزاد پنداری کنن، همکاری کنن، تا ذهن بیننده زمانی که یک داستان میشینه به تماشا مینشینه پراگنده نشوه. فرض مثال ما ایتر میگیم که وحدت زمان یعنی که داستان از یک زمان در دیگر زمان نپره، چون بیننده ذهنش یکم مخشوش میشه، میگه که ما رو کجا بردن. فهمید؟ چرا از اینجا در اونجا رفت؟ درست. وحدت مکان ما اینه گپ. مثال نمیشه که مثال یک قسمت تئاتر در کابل با او کوپای وسط باشه و یک قسمت دیگه مثال در قندهار. این در اینجا سوال خلق میشه بر بیننده که چرا اینطور شد؟ وحدت موضوع ما اینه گپ است. وحدت موضوع به این معنی که تلاش نشوه. که مثال اگر موضوع خود نمایشنامه یا ادبیات دراماتیک روی کلاهبرداری باشه، یک دفعه دنبال عشق باره. اگرچه مچ میکنه، لیکن این مچ را یکم ذره باید عاقلانه تر مچ کنه، منطقی باشه، منطقی وصف حالت داری وجود داشته باشه تا این را مچ بده. همزی لحاظ ارسطو بزرگترین خدمت را تا به حال به نام ساختار کلاسیک، ساختار ارسطویی در ادبیات چی است؟ معروف است. اگر چه ساختارهای دیگر مثل ساختارهای ایدئالیسم، پراگماتیسم، طبیعت‌گراها و بعداً از لحاظ فلسفیشی آمدیم شامل بکت، ساختار پوچیزم، آوانگارد، اینا با وجود آمدن ساختارهای، لیکن کلیش مدیون ساختاری ارسطو است. بسیار علی. حالا که شما یادآوری کردین جناب استاد از ساختار، شاید خیلی از بیننده های ما اصلا نفهمه که ساختار در ادبیات چی هست، بخصوص کسایی که تازه به جمع ما پیوسته و یا هم کسایی که تازه میخوای وارد ادبیات شوه، دور از شخصیت های بزرگه که میفهمن و واقعا در عرصه ادبیات دانش دارن. خوب است که در این قسمت پرسش ما چیستی ساختار باشه و ای که ساختارهای رایج در ادبیات غنایی و ادبیات دراماتیک از هم چه فرق داره، چه شباهت هایی با هم دیگه داره. خانم ادیب نازنین، همی ساختار غیر از ادبیات تعلیمی دیگر در هر نوشته وجود دارد.
و تفاوتی هم زیاد بین ادبیات غنایی و ادبیات دراماتیک نیست. درست. مثال ادبیات غنایی هم هدفش مخابره پیام است، هدف کلیش. درست. ادبیات دراماتیک هم هدفش مخابره حماسی و ادبیات تعلیمی مخابره هدفش مخابره پیام است. هدفشون افهام و تفهیم است. هدفشون آموزش است. این وجه های کلی از این است. لکن زمانی که کم کم میاییم سر ساختار در کلشان ساختار داره. درست. لکن ساختار در ادبیات دراماتیک یکم اصل است. درست. اصل تر. اگر ساختاری وجود نداشته باشه ادبیات دراماتیک ادبیات نیست. خب ما بیایم روی اصل موضوع کمی خود ساختار چی است. ساختار امی چوکاد میگن. درست. چوکادی که یک اثر ادبی روی امزو استوار میشه. ما چندین ساختار داریم که ساختار مستقیم هست، ساختار طور کمانی هست، کمان هرمی میگن، ساختارهای هرمی، ساختارهای دایروی هست، ساختارهای زاگزاکی هست در داستان ها یا مرویچ هستن. خب هدف از ساختار چی است؟ ساختار اینمی چی رو میگم؟ مثال ما در داستان اگر ساختار هرمی رو بررسی کنیم از اینجا نقطه آغاز داستان است. آهسته آهسته میای بالا 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 در این قسمت تعلیق خلق میشه. بله. تعلیق خلق شد، این تعلیقات را پنهان پیچیده مونه که در اینجا نقطه اوج است. در نقطه اوج مخاطب تو فکر نه که چی شد این شخصیت داستان ما. دعا مونه برش. میگه خداوند شخصیت داستان ما را حفظ کنه در اینجا که غرق نشوه، کشته نشوه. درست. چون اینجا داستان تعلیق خلق شده. درست. در رای شهر این را بدماش میگیره. درست. حوادث طبیعی در رای خلق میشه. و این آهسته آهسته پایین میایم. مثال در حوادث طبیعی همی شخصیت ما در دریاست. طوفان میخیزه مخاطب فکر نه خدای غرق نشوه. آیسته آیسته در اوج میرسه که طوفان شدت پیدا میکنه تا بالاخره در کم کم میبینیم که کشتی از اون طرف این رو نویسنده خلق میکنه. درست. کشتی بر از این روانی یعنی پا آیسته آیسته همی گره کشایی با وجود میاد تا فرود یا ختم داستان. یعنی می ساختار هست میگه تو چی گونه پیش میبری؟ آیا زینه به زینه پیش میبری؟ در یک داستان میتونه چندین تعلیق باشه؟ نه. چندین او نقطه اوج باشه، چندین فرود یا ختم باشه. درست. که میره در زیگزاگی چندین دانه. در هرمی، در ساختارهای هرمی عموما یک نقطه اوج داریم ما. درست. در دایروی عین گپ است. در چی خط مستقیم که ساختار پوچیزم یا ابیزوردیزم میگن که رسامل بوکت نویسندهش است. در این هیچ نقطه مثبت و منفی وجود نداره. نه. امجا اول تا باخر سال که آخر میبینی هیچ نتیجه نمیگیری. درست. لکن یک مفهوم مخابره کرده برای تو رو به تفکر واداشته. درست. و نمو صرف و نمو قدر هدفشون تفکر واداشته نخواد. بسیار علی. صحبت های بسیار زیبا و خوب داشتین جناب استاد. از آنجایی که شما چندین البته نمایشنامه های زیادی فیلمنامه های زیادی نوشته کردین ولی دو موردش که به نحو مقام اول و دوم را به خود کسب کرد که همو نمایشنامه کچکلاها و فیلمنامه فیلم مستند خوشچینان. بله فیلم مستند خوشچینان بود. خوب است که یک مقدار معلومات در مورد محتوای این نمایشنامه و فیلمنامه داشته باشیم که چی محتویات داخلی این نمایشنامه و فیلمنامه بوده که بالاخره مقام اول را کسب کرده و از جمله بهترین ها به حساب آمده. بله. خانم ادیب آنچه که در ادبیات دراماتیک مهم است مثال همونطوره که در شعر مهم است. بله. در شعر ما قالب های گوناگون داریم، غزل داریم، قصیده داریم، رباعی داریم، دو بیتی داریم، مستمد داریم، مستوزاد داریم و هزار چندین قالبی داریم. ما در ادبیات دراماتیک با ژانر داریم. درست.
در بدیل قالب های شعری در ادبیات غنایی ما ژانر داریم. ژانر داریم و این ژانر آنچه که مزیت می بخشه بر یک اثر ژانر اثر درست. ژانرهای کلاسیک رو من مردم خوش نمی کنن، چی در فستیوال ها باشه، چی در مسابقات باشه، چی کوچک باشه، بزرگ باشه. آل بیشتر ژانرهای آوانگارد در مردم دوست نه. این فیلم مستندی خوشچینانی که ما ساختیم، همین دکتر صحرا کریمی ما را ورکشاپ داد در پانتون کابل در دوران که محصل بودیم. او زمان نشان نو دکترای خودم میگرفتن، در افغانستان نبودن، اما تو آمدن و ما را ورکشاپ دادن. باز ما را همین کارگردانی مستند خبری را یک ترینینگ دادن برای یک چند وقت 40 روز. درست. باز ما دانشمند محصلین ژورنالیسم یک جایشتیم، چند نفر از هنرهای زیبا و چند نفر از ژورنالیسم، هر در گروپ های مختلف تقسیم شدیم، فیلم ساختیم. درست. و این فیلم هم آخر مسابقهش ماندن، گفت باید فیلمی باشه که آخر اینمی کمره، یک خوب کمره داشتن و دیگه همی سیستم ساوند وایرلس رو گفت اینمی ها رو برای شما جایزه میدیم. خب این ما رفتیم فیلم ساختیم، محتوی همزی همی زباله هایی بود که در سطح پانتون چی بودن، جمع شده بودن در بین لیلی دخترها و لیلی بچه ها. همی آشغال هایی که یا زباله هایی که از دو لیلی هم میبرامد اینجا کوه را تشکیل میداد. من روی از این تمرکز کردم، گفتم ولی میشه یک فیلم مستند، چقدر از این بازیافتی از این زباله ها مردم استفاده میکنه. درست. اول صبح که میشد انسان ها میامدن، همین نانای سیلو و گپا رو میگرفتن میبردن میخوردن. بعد از او که انسان ها حق خود میبردن، این دفعه حیوانات گاو و خر و گپا میامدن. میامدن اینجا بقیه زیره میخوردن، چیزایی که قابل استفاده انسان ها نبود اینا میخوردن. بعد از اون مرغ‌های خانگی می آمدن. اون زمان پانتون هم طرفی چی لیلی دخترها بچه ها یک راه داشت در بیرون. درست. اکثر معاشی خود می آوردن اونجا داخل می کردن. می رکن. تا آخرین قطره هم که می ماندک همین مرغ‌های هوایی پرنده ها می آمدن از اونجا. درست. تغذیه می کردن و می رفتن. خب من این را با یک زمان بندی خاص امیر فیلم گرفتم. بعدا منشه زباله ها را فیلم گرفتم. ای را تدوین کردم با میوی بسیار روشی خاص جدید بسیاره. تدوین کردم، بازی را رفتیم در امیدیتوریان پانتونی کابولی را چی کردن به نمایش کردن. رئیس پانتونی او زمان ایران ماندفت من صدا که بچه بیا اینجا. گفتی تا کجا دیده ای آشغال آمدیسیم؟ رئیس تو خبر نداری. همونجا بود مدیر حفظ مراقبت خود خواست، گفتی کجاست ای؟ مدیر گفت ولی جناب رئیس بین لیلی اشغال. گفت سبای ساحه رو نبینم. جای نمزو بعد نمزو فیلم جایز میدان فوتبال ساخته شد. گفتی رو دیگه از اینجا جنگ کنم. بسیار علی، بسیار علی، بسیار زیبا داشتین. واقعا ما رو بردین در صحنه های اساس فیلم. وقتی شما صحبت میکردین ما احساس میکردیم واقعا فیلم میبینیم. زیبا بود جناب استاد. حالا یکی شما ادبیات دراماتیک تحصیل کردین و شعر و شاعری را از کجا آغاز کردین و در حقیقت چه زمانی بود که شما رو آوردین به شعر؟ خانم ادیب، من شعرم زمانی که من ساختار را در ادبیات دراماتیک فهمیدم که تقریبا 75% شعر خودش ادبیات دراماتیک است. درست. چون ما در ادبیات دراماتیک هم تلاش میکنیم اثاره کلام بکشیم. اثاره کلام بکشیم. در شعر ما این گبه هست. درست. ما اضافه گویی نمیتونیم. بله. کوشش نیم که کلمات نمادین رو در شعر استفاده کنیم. درست. صرف ما با تصویر در شعر، داستان در شعر، موسیقیایی در شعر، درست، ساختار در شعر، این وقت از طریق ادبیات دراماتیک
بلد بودیم. بلد شدیم، خواندیم، یاد گرفتیم. صرف مانده بود یک وزن. گفتیم ولی وزن خواستن است بیا کمی چیزی که در دل از دل ما میخیزم رو بیاییم که در قلم جاری کنیم. درست. ما همزه لحاظ باز تلاش نکردیم که زیاد شعر بسرانیم. در خط بعض وقت که همطور شوقش می آمد یکان دو بیتی یا یکان شعر سپید از اینا دمی کنار ادبیات دراماتیک ما نوشته کرد. بسیار عالی. اشاره داشتین که دو بیتی و شعر سپید هم به نحو سرودین. اگر ممکن باشه چند نمونه از دو بیتی شما را بشنویم و لذت ببریم. بسیار خوب است. می خوانم دو بیتی هم. سلامت باشه. خانم ادیب، ما همیشه تلاش کردیم یک کم ذرا حالتای عرفانی که بریم دست آزده ما شعر دو بیتی گفتیم. من شعر دو بیتی های من عرفانی است. درست. چی نداریم؟ اجتماعی هم از کم و بیش زیاد نیستن. به اون لحاظ من شروع میکنم از عرفانیش. بسیار عالی میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنازم ای خدا کانون لطفت، به مقدار نفس مدیون لطفت. به وزن واژه ها کی می شود گفت، ز مقیاسش جدا ممنون لطفت. تو کانونی که عالم را پناهی، توافی دل بسوی انتباهی. با تو گر تکیه کردم تکیگاهم، نوازش کن که تنها تکیگاهی. بسیار زیبا بود، استفاده کردیم و لذت بردیم. جناب آقای پردیل، صحبت های شما واقعا شنیدنی بود. دو بیت های شما هم به نهایت زیبا. و از اینکه وقت برنامه رو به پایان هست و ما ناگزیر هستیم که از حضور بیننده های عزیز مرخص شویم، خوب است در پایان برنامه گفتنی های نهایی شما را همچنان داشته باشیم. خانم ادیب، میخوایم که در اینجا رسمان شما تشکر کنم. خواهش میکنم. شما امرایتدار یا پرچمداری در حقیقت بخش فرهنگ و ادب و هنر در افغانستان هستیم و تشکر میکنم از همکارایتان از ریاست رادیو تلویزیون رای فردا. خوش. که همچین برنامه ها را به خاطر نوازش هنرمندان، نویسنده ها، صاحب نظرها فراهم ساختن که بسیار کمتر دیده میشه در شرایط فعلی، تا هم تولید اندیشه شوه و هم یک پیشینه را تشکیل بدیم برای نسل های آینده. و در زیم تشویق شوند دوستان نویسنده، چون که زندگی بشر با ادب، با فرهنگ، با شعر، با هنر یک پیوند ناگسستنی دارد که صد فیصد اگر این نباشه انسان ها را باور کن که افسردگی میگیره. خب بهتر است که این باشه و پروگرام های هم مثل نهستان باشه تا اینا را حمایت کنه. یعنی سلامت باشین. تشکر از شما، ممنون که حضور آوردین آقای پردیل. بیننده های عزیز، ای بود برنامه این هفته نهستان که با آقای عزیزالله پردیل، یکی از شخصیت های مطرح دنیای شعر و هنر داشتیم و برنامه خوبی بود. امیدوار هستم که به دل شما بیننده های عزیز همچنان چنگ زده باشه. ممنون از اینکه ما را تا پایان برنامه همراه بودین، تا اینکه ما باز هم با یکی دیگری از برنامه های نیستان برمیگردیم. همه شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. الله نگهدار. بدرود.